در ابتدای جهان الدن رینگ و زمانی که با هیچ عددی نمیشه بهش ارجاع داد، فقط یکی وجود داشت. یک فرم جمعی و پیوسته از حیات. هر اونچه که الان در جهان الدن رینگ هست، از اژدهایان که حکمرانان دوران پیش از تاریخ بودن تا انسانها، توسط گریتر ویل و از دل اون وجود عظیم اولیه به وجود اومد. این طرح خلقت شباهت‌هایی با اسطوره شناسی شمال داره. اگر بیش از حد پیچیده و انتزاعیه، به خاطر اینه که خود ساکنان سرزمین‌های میانی هم در بهترین حالت همینقدر میتونن در رابطه با دوران بسیار قدیم صحبت کنن. در این ویدیو میخوام قصه الدن رینگ، بازی فوق‌العاده هیدتاکا میازاکی و استودیو ژاپنی فرام سافتور رو براتون بگم که جورج آر آر مارتین هم در خلق جهان داستانی اون نقش داشته. البته این ویدیو فقط میتونه بخشی از قصه الدن رینگ رو با تمرکز روی ملکه ماریکا جاودان و رنی جادوگر در خودش جا بده. من محمد حسینم، به زومجی خوش اومدین و این ویدیو واقعاً به خاطر حمایت‌های شما از ویدیو قبلی الدن رینگ ساخته شده. Make of thyselves that which he desire. Be it a lord. Be it a god. Greater Will که ترجمه اسمش میشه اراده برتر، صرفاً ارواح موجودات و خود اونها رو به وجود نیاورد. خودش فهمید از دل تولد همه موجودات، نفرین‌ها، گناهان، عذاب‌ها، ناامیدی‌ها و رنج‌ها هم متولد میشن. حتی اعضای یک گروه خاص در دنیای الدن رینگ هستن که از خلقت انجام شده توسط گریتر ویل به عنوان یک اشتباه یاد میکنن. در حالی که حیات داشت به سمت شکل‌گیری جدی‌تر میرفت، گریتر ویل شاید در تلاشی برای نظم بخشیدن به جهان پرآشوب شکل گرفته، یک ستاره طلایی و حامل یک هیولای باستانی رو به سرزمین‌های میانی فرستاد. هیولایی که جلوه‌ای از نظم در هستی بود و احتمالاً اولین خدمتگزار گریتر ویل محسوب می‌شد. این مفهوم نظم فرم دیگه‌ای به خودش گرفت و تبدیل به الدن رینگ شد. حلقه کهن یا حتی شاید بشه گفت حلقه وجود. در این دوران هنوز هیچ خبری از ارتری نبود. فقط میدونیم که بالاخره موجودات وحشی که حکم خدمتگزاران اژدهایان رو داشتن با تکامل پنج انگشتی ایستاده روی دو پا و هوشمند شدند. بعد استفاده از سلاح سنگی و بعد جمع‌آوری طلا رو یاد گرفتن. در نهایت هم هزاران سال قبل از زمان وقوع اتفاقات داستانی بازی الدن رینگ، قدرت کار با آهن و ساخت شهر فوق‌العاده فاروم آزولا رو داشتن. این موجودات هیولا مانند دوپا با انسان‌ها فرق می‌کردند، اما سر و کله انسان‌ها هم مطابق دانش ما تقریباً همزمان با پیشرفت اونها در سرزمین‌های میانی پیدا شد. در این دوره زمانی کهن هم نظم جهان همون الدن رینگ بود، تا حدی که یک اژدهای قدرتمند دقیقاً به عنوان لرد الدن شناخته می‌شد. اژدهایان خداوندگار یا رب و نوع خودشون رو هم داشتن. گریتر ویل ظاهراً خیلی فراتر از اینه که حتی به صورت مستقیم خدای ساکنان سرزمین‌های میانی باشه. برای همین در ادوار مختلف این جهان پروردگارها و لردهای الدن متفاوت حکم فرمایی می کردن و خدمتگزارهای شماره یک الدن رینگ محسوب می شدن. با توجه به بقایای بجامونده از تمدنهای متفاوت، شکی وجود نداره که قبل از به قدرت رسیدن ملکه ماریکا جاودان هم جوامع مختلفی وجود داشتن، پیشرفت کردن و مشغول زندگی در سرزمینهای میانی بودن. حتی گروهی از مردمان اون زمان رهبری داشتند که پیرو قدرت یک درخت بزرگ در حال رشد بود. بر اساس یافته‌های بازیکنانی که به مراتب بیشتر از من نقطه به نقطه جهان الدن رینگ رو گشتن، این فرد انتظار دورانی در آینده رو می‌کشید که در اون همه زیر سایه قدرت درختی بسیار بزرگ بودند. شاید همون ارتری. قبل از اینکه ارتری سرزمین‌های میانی رو در نور خودش غرق کنه، قدرت‌های دیگه‌ای در این جهان پررنگ بودند. مکان‌های عجیبی مثل برج‌های الهی ساخته شده بودند. جنگ‌های زیادی هم در گرفتن، از جمله نبردهای اژدهایان یخی و مردم زیمور با غول‌های آتشین. یکی از گروه‌های قابل توجه تشکیل شده در دوران قبل از ارتری ستاره‌شناسان، ستاره‌شناسایی که قبل از قدرت گرفتن جادوگرها تشکیل گروه داده بودند. جالبه که اونها پیش از دوران ارتری وجود داشتند، در حالی که پیروان گلدن اوردر و ارتری بعداً خیلی جاها با دارندگان قدرت جادویی گره خورده به ماه و ستاره ها مشکل پیدا میکنن. جامعه لیورنیان پس از سالها توسط همین ستاره شناس ها به وجود اومد، در زمانی که اونها در منطقه‌ای که در شمال غربی لیمگریف قرار داره و لیورنیا نامیده میشه ساکن شدند. همین جامعه بود که در نهایت آکادمی رایالوکاریا رو تأسیس کرد. خاندان مهم و قدرتمند کریان هم از دل همین جامعه بیرون اومد.
این نکات به این خاطر مهمن که با توجه به میزان ارجاع شخصیت‌ها به ملکه ماریکا جاودان، بسیاری از بازیکن‌های الدن رینگ و همون تارنیشت‌ها فکر می‌کنن ارتری، گلدن اوردر و ماریکا یه جورایی همیشه بودن، اما میلیون‌ها سال قبل از اونها همین جهان وجود داشته و اتفاقات بسیار زیادی در اون بین موجودات مختلف رخ داده. درک این موضوع به درک داستان رنی جادوگر که بهش خواهیم رسید کمک میکنه. بالاخره مدت‌ها قبل اولین نشانه‌ها از رشد ارتری مشاهده شد. خورالو مردی که فقط قدرت فیزیکی رو نشونه لیاقت برای فرمانروایی میدونست، در این دوران قبیله‌های زیادی رو به خاک و خون کشید. خورالو در ادامه تبدیل به گاتفری، اولین لرد الدن در سرزمین‌های میانی میشه. ولی در همین دوران قبل از شکوفایی کامل ارتری هم شوالیه‌هایی بودند که از قدرت تلسم‌هاش بهره می‌بردند و در آخر تبدیل به سربازهای گاتفری شدند. وقتی ارتری فرم کاملش رو به خودش گرفت، تقریبا همه علیهش بودن. مطابق اطلاعات دیکشنری مریام بفستر، ارت در حقیقت همون ارس به معنی زمینه. پس ارتری عملا میشه درخت زمین. جنگ‌های زیادی به خاطر ارتری در گرفتن. در آخر ارتری تبدیل شد به تجسم قطعی و تمام و کمال همون اوردر یا نظمی که میلیون‌ها سال قبل گریتر ویل به زمین فرستاده بود. در مهمترین اتفاق رخ داده در تاریخ سرزمین‌های میانی، یک خارجی وارد اونجا شد. یک خارجی از جایی به اسم نومن که در فضایی خارج از سرزمین‌های میانی قرار داره. مطابق متن داخل بازی، مردم نومن در حقیقت فرزندان یا به عبارت بهتر نوادگان ساکنان یک جهان دیگه هستند. افرادی که عمر طولانی دارن ولی به ندرت متولد میشن. این مردمان قبل از پدیداری ارتری هم وجود داشتند. شخص خارجی مورد بحث که میدونیم از مردمان نومنه و نخستین بار قدم در سرزمین سایه گذاشت، همون ماریکاست. ماریکا از سوی گریتر ویل به عنوان یک امپریان انتخاب شد. ظاهرا در جهان الدن رینگ امپریان ها تنها افرادی محسوب میشن که قدرت تبدیل شدن به پروردگار دوران و شکل دادن نظم یا اوردر در سرزمین های میانی رو دارن. مطابق توضیحاتی که بعداً میشنوید، مشخصه که گریتر ویل از طریق تو فینگرز، دو انگشت که یه جورایی مترجمانش بودن، میتونست خواسته ها و حرف هاش رو به افراد خاصی در سرزمین های میانی انتقال بده. از اونجایی که بعداً امپریان های جدید از بین فرزندان ماریکا و توسط دو انگشت انتخاب میشن، مشخصه که مردم نومن هم با دو انگشت ارتباط گرفته بودن که ماریکا در وهله اول به عنوان امپریان انتخاب شد. ماریکا به عنوان امپریان یک محافظ وفادار رو از گریتر ویل دریافت کرد، محافظی که عملاً سایه ای از ماریکا و کاملاً وابسته به اون بود. این سایه ملیکس، تیغه سیاه نام داشت. ماریکا در مسیر تبدیل شدن به الهه و ملکه جدید سرزمین‌های میانی تصمیم گرفت نظم، قانون، دین و دولت خاص خودش رو بسازه. اون که به عنوان یک نومن طبیعتاً با زندگی طولانی آشنا بود، همزمان با تبدیل شدن به جدیدترین خدمتگزار الدن رینگ، یک بخش از این نظم جهانی رو از اون حذف کرد. اگر به الدن رینگ به چشم مجموعه ای از قوانین و اصول برای هستی نگاه کنیم، میشه هر کدوم از رونها در این جهان داستانی رو یک قانون و بخشی از قدرت و پایه و اساس الدن رینگ دونست. یکی از اصول الدن رینگ مرگ بود. مرگ که بخشی از سرنوشت همه است. اما ماریکا برخلاف رب و نوع مرموز قبلی این سرزمین ها که دقیقا قدرتش رو بر پایه رون مرگ بنا نهاده بود، رون مرگ رو از الدن رینگ جدا کرد و به ملیکس داد تا بره و تا ابد مخفیانه ازش مراقبت کنه. با حذف رون دس از الدن رینگ، ماریکا تبدیل به ملک ماریکا جاودان شد. ماریکا به این شکل تضمین کرد که دمیگادها، یعنی فرزندانش، هم جاودان هستن و نمیمیرن. اون با ایجاد این تغییر کلیدی در الدن رینگ، گلدن اوردری رو به وجود آورد که همزمان حکم مذهب و دولت رو در سرزمین های میانی یا همون The Lands Between پیدا کرد. ماریکای جاودان هورالو رو به عنوان همسر انتخاب کرد و اینطوری هورالو نام گاتفری، اولین لرد الدن در سرزمین های میانی رو به دست آورد. گاتفری میل دیوانوارش به خونریزی و جنگ رو کنار گذاشت و قبول کرد که مثل یک لرد رفتار کنه. طبیعتاً پایتخت هم شد لیندل، شهر با شکوه و معنوی که با پیدایش ارتری پیرامون این درخت شکل گرفت. ارتری، گلدن اوردر و الدن رینگ تحت حکومت اله ماریکا در نگاه مردم به هم کاملاً پیوند خوردن. گاتفری جنگجوی اصلی ارتری بود و نبردهای بسیار زیادی رو پیروز شد، در حالی که بعضی از قدرتمندترین رقبا رو تنهایی شکست داد. ماریکا متوجه شده بود که یکی از معدود تهدیدها در جهان برای ارتری آتشیه که توسط قولهای آتش بالای کوهستان سرد شمال قرار گرفته. پس وقتی قولها رو به کمک گاتفری شکست داد و فهمید نمیتونه این آتش رو خاموش کنه،
آخرین غول آتش رو زنده گذاشت و نفرین کرد تا خود اون غول همیشه مجبور به محافظت از این آتش باشه، تا هیچ کس از این آتش قدرتمند علیه ارتری استفاده نکنه. اسم خاندان ماریکا شد دودمان طلایی و حکومت گلدن اوردر به قدرت بسیار زیادی رسید، از گاتفری که همسرش بود تا تمام فرزندان ماریکا در آینده دمیگاد بودن. ماریکا با گاتفری صاحب 3 فرزند شد، گادوین طلایی که ماریکا خیلی دوستش داشت و مارگوت و موک که با نفرین اومن به دنیا آمدن و زیر زمین پایتخت مخفی شدن، چون نباید کسی میفهمید که دوتا از فرزندان ملک ماریکا جاودان موجوداتی کاملاً به دور از رحمت ارتری هستند. در اوایل دوران فرمانروایی ماریکا، ارتری به زندگی مردم رونق، رحمت و برکت بخشید. حتی گفته شده که اون زمان شیره برکت از شاخه های ارتری میچکید، ولی اون دوران زود تموم شد. ارتری دیگه به صورت مستقیم کار خاصی برای مردم نمی کرد و بیشتر نماد ایمان به گلدن اوردر بود. این وسط یکی از مهمترین گروه هایی که یه جورایی علیه گریتر ویل، اون خدای خدایان، اقدام کردن، مردم ناکس بودن. مردمی که ظاهراً نسلشون به همون نومن برمی گرده. ماریکا هم همونطور که یادتونه یک نومن بود. مردم ناکس مخصوصاً به خاطر گنجینه خاصی که حالا در شهر ناکران مخفی شده به شدت خشم گریتر ویل رو برانگیختن. گریتر ویل اونها رو به شهرهای ابدی در زیر زمین تبعید کرد. ماریکا قدرت زیادی در سرزمین‌های میانی داشت، اما همه جهان هم پیرو اون نبودن. حتی شاید خود گریتر ویل هم از جایی به بعد آنچنان با کارهای ماریکا موافق نبوده باشه، چون گلدن اوردر مورد نظر ماریکا بیشتر از اینکه مبتنی بر این باشه که اون خدمتگزار الدن رینگ یا گریتر ویله، ماریکا رو مستقیم به عنوان یک پروردگار جاودان معرفی میکرد. برخی از افراد علاقه‌مند به جهان الدن رینگ باور دارن یک امپریان یا شاید هم خدای بیرونی تحت عنوان ملکه چشم تاریک یا گلوم آید کوین، قبل از اینکه توسط ملیکس نابود بشه، توسط دو انگشت انتخاب شده بود تا جلوی حکمرانی ماریکا رو بگیره. اما برای آشنایی با مهمترین فردی که حکومت ماریکا رو به چالش کشید، باید به سرزمین لیونیا بریم تا اول مادر اون فرد رو بشناسیم. تقریبا همزمان با حوادث اوایل دوران حکمفرمایی ماریکا، یک جادوگر قدرتمند خاندان کریان حکومت خودش رو در لیونیا به وجود آورد. اون رنالا، ملکه ماه کامل بود که از سن کم در آکادمی رایالوکاریان نشون داده بود که قدرت قابل توجهی در بکارگیری جادوی ماه داره. اون یک تارنیشت هم محسوب میشد، چون توسط ماریکا از حکومت گلدن اوردر در سرزمین‌های میانی رانده شد و ماریکا مدت‌ها به دنبال نابودیش بود. مطابق دانسته‌های ما، ماریکا از جایی به بعد احساس کرد که گاتفری نمیتونه بهترین لرد الدن برای اون باشه. خودش قدرت گاتفری و سربازهای گاتفری رو از بین برد، اونها رو کاملا از رحمت ارتری جدا کرد. گاتفری هم تارنیشت شد با افرادش. البته مشخصه که ماریکا میخواست که گاتفری در آینده دور و وقتی که دوباره بهش نیاز بود برگرده. در هر حال ماریکا از وجود خودش و با قدرتی که از الدن رینگ گرفته بود، شخصی به نام راداگون رو آفرید که در آینده همسر و همراهش هم میشه. راداگون در حقیقت بخشی از وجود یا حتی نسخه مذکر خود ماریکا محسوب میشد. مبارز قدرتمندی که قرار بود آخرین دشمنان ماریکا رو هم نابود کنه تا حکومت گلدن اوردر قطعی و بدون شک و شبهه بشه. با این حال بسیاری از اتفاقات در تاریخ سرزمین‌های میانی نشون میدن که راداگون هویت خودش رو هم داشت و شاید به خاطر اینکه منبع قدرت ماریکا در هر حالت الدن رینگ بود، راداگون به عنوان زاده این قدرت بیشتر از خود ماریکا به الدن رینگ و گریتر ویل وفاداری داشت. راداگون جنگاور بود و قهرمان، اما در برابر کریان‌ها شکست خورد. شوالیه‌های رنالا با اینکه گویا از نظر تعداد کمتر از نیروهای گلدن اوردر بودند، انقدر استقامت و صد البته قدرت جادویی داشتند که به زیبایی جلوی راداگون و سربازهاش ایستادند. پس از نبردهای طولانی، اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ داد. راداگون عاشق رنالا شد و مطابق ازدواج اونها، صلح بین گلدن اوردر و سلطنت کریان‌ها رقم خورد. اونها صاحب 3 فرزند شدند، فرزندانی که در بزرگسالی از اونها به عنوان رایکارد، لرد نامقدس، ژنرال رادان، فاتح ستارگان و رنی جادوگر یاد شد. هر 3 فرزند دمیگاد بودند که با توجه به اینکه راداگون عملاً بخشی از وجود ماریکاست، قابل درکه. اما به طرز عجیبی از بین این 3 فرزند فقط رنی در نهایت از روی 2 انگشت به عنوان امپریان انتخاب شد. همونطور که سالها قبل ماریکا در مقام امپریان ملیکس رو به عنوان سایه خودش دریافت کرده بود، 2 انگشت یک سایه به اسم بلاید رو به رنی دادن، یک نیمه گرگ. راستی رنی نه آبی رنگ بود و نه 4 تا دست داشت. رنی فرزند محبوب رنالا بود.
در جامعه زن سالار کریان رنی میتونست در آینده ملکه بعدی بشه. تازه رنی که مشخص بود جادوگر قدرتمندی از آب در میاد، ماه مخصوص به خودش رو هم پیدا کرد. ماهی تاریک و مسحور کننده که منبع جادوی رنی بود. راداگون هم در این مدت جادوی رنالا رو یاد گرفت، در حالی که میتونست تلسم ها رو هم از ماریکا یاد بگیره. به همین خاطر توانایی ها و مهارت های بسیار زیاد راداگون از قبل هم بیشتر شدن. در نهایت توی روزگاری که دیگه گاتفری از سرزمین های میانی طرد شده بود، راداگون ناگهان رنالا رو ترک کرد، به پایتخت برگشت و تبدیل به همسر ماریکا شد. آیا این نقشه بلند مدت ماریکا بود؟ آیا اون بعد از اینکه فهمید از پس شکست دادن سلطنت کریا برنمیاد، به سراغ نقشه ازدواج راداگون با رنالا رفت تا سه دمیگاد دیگه هم به دنیا بیان و در آخر رنالا با ترک شدن توسط راداگون از نظر احساسی نابود بشه؟ نقشه خیلی پلیدانه و هوشمندانه‌ای به نظر میرسه. راداگون دومین لرد الدن در سرزمین‌های میانی شد. ماریکا با راداگون صاحب دو فرزند شد، میکلا و مالنیا. دو قلوهایی که هر دو قدرت‌های قابل توجهی داشتند، اما با نفرین و مشکلات خاص خودشون متولد شدند. گویا گریترویل به خاطر سرکشی‌های ماریکا دست از سر اون بر نمی‌داشت. مالنیا با نوعی پوسیدگی درونی متولد شد و میکلا باید تا ابد کوچیک و بچه می‌موند. قبلا براتون گفتم میکلا چقدر برای باطل کردن این نفرین‌ها تلاش کرد. اینجا جای تکرار اون قصه نیست. به نظر من یک نکته قابل توجه وجود داره که نباید از قلم بیفته. از بین کل دمیگادهای باقی مونده فقط یکی بود که هم فرزند مستقیم ماریکا محسوب میشد و هم از نفرین رنج نمی برد، گادوین طلایی که با ایجاد دوستی بین گلدن اوردر و اژدهایان خدمتهای قابل توجهی به مادرش کرد. کاملا هم واضحه که ماریکا در هر صورت به راداگون نگاه بالا به پایین داشت و بچه های اون با رنالا رو نهایتا به عنوان فرزند خوانده قبول کرده بود. ماریکا به راداگون میگفت سگ وفادار گلدن اوردر که با تبدیل شدن به خود ماریکا و رسیدن به جایگاه خدایی فاصله داره. در نتیجه این پس ذهنتون باشه که ماریکا طبیعتاً پسر اولش گادوین طلایی رو شاید بیشتر از همه دمیگادهای دیگه دوست داشت. از اینجا به بعد تمرکز این روایت از داستان بازی الدن رینگ میره روی رنی جادوگر. رنی وقتی سن کمی داشت داخل جنگل یک جادوگر عجوزه رو پیدا کرد. عجوزه قدرتمند و احتمالاً آبی رنگ که بعید نیست اسمش رنا بوده باشه. در گذر زمان اشخاص ارزشمندی تبدیل به متحدان رنی شدند. دختر به باورهای کاملاً در تضاد با گلدن اوردر رسید. رنی با اینکه اعتقادات و در کل اوردر جهان هر روز مستقیم به شکل اجتناب ناپذیر روی زندگی مردم تأثیر بذارن موافق نبود. اون اصلا خوشش نمی اومد که در حکومت ماریکا همه همیشه باید به صورت مستقیم به ماریکا و حکومت گلدن اوردر جواب پس می دادن. رنی به این باور رسید که باورها و نظم جهان باید تبدیل به چیزی دور از دسترس مردم یا ماورایی بشه، نه اینکه مستقیم به شکل یک فرمان روایی روی سرزمین‌های میانی و زندگی ساکنانش تأثیر بذاره. با همه اینها هیچ کس فکرش رو هم نمی کرد که یک نفر بتونه به شکل ناگهانی ماریکا رو به خاک سیاه بشونه، تا اینکه شب خنجرهای سیاه فرا رسید. On a night of wintry fog, the rune of death was stolen. And the demigods began to fall. Starting with Godwin the Golden. Queen Marika was driven to the brink. The shattering ensued, a war that wrought only darkness. The Elden Ring was broken. But by whom? And why? گروهی از نومنها یا نومنیها که از قضا رابطه نزدیکی با ماریکا داشتند و لباسشون اونها رو از دید افراد مختلف پنهان میکرد، تکه ای از رون پنهان شده مرگ رو از ملیکس دزدیدن و خنجرهای سیاه رو ساختن. خنجرهایی با قدرت کشتن دمیگادها.
اونها اول از همه گادوین رو کشتن که خیلی برای ماریکا عزیز بود. ماریکای ناراحت و خشمگین که فهمید هیچ قدرتی در جهان فرزند عزیزش رو براش حفظ نکرد، با استفاده از پتکی که متعلق به مردم نومن بود، الدن رینگ رو در هم شکست. راداگون با همون چکش سعی کرد دوباره الدن رینگ رو درست کنه، ولی نشد که نشد. دمیگادها هر کدوم بخش‌هایی از قدرت الدن رینگ رو به دست آوردن. از سرنوشت خود ماریکا میپرسین، داخل ارتری به بند کشیده شد. بعد از شکستن الدن رینگ، نبردهای زیادی بر سر قدرت در گرفتن. هیچ صلح پایدار و طولانی مدتی نمیتونست برقرار شه و هر جایی فردی قدرت نمایی میکرد. آکادمی رایا لوکاریا اعلام کرد که نمیخواد نقشی در وضعیت سرزمین‌های میانی بعد از در هم شکسته شدن الدن رینگ داشته باشه. مالنیا و رادان در دل نبردی سهمگین به نقطه ای رسیدن که هر دوشون دیگه از پا در اومدن و قدرت لازم برای فرمان روایی در دوران جدید رو نداشتن. رادان عملا دیوانه شده بود و فقط منتظر یک مرگ افتخارآمیز در نبردی جانانه بود. مشخص بود که هیچ کدوم از دمیگادها نمیتونه لرد الدن بعدی باشه. این وسط یک نکته خیلی مهم در نقشه رنی وجود داشت. رنی از طریق اون سواران سیاه گادوین رو طوری کشت که حتی روحش هم نتونه به سوی ارتری برگرده. رنی خودش رو هم کشت، اما فقط جسمش رو، چون این جسم یک امپریان بود، جسمی مرتبط با وجود راداگون و در نتیجه ماریکا و در نتیجه گلدن اوردر. اون در حقیقت روح خودش رو آزاد کرد و سپس یک جسم دیگه و عروسک مانند رو برای خودش ساخت، جسمی آبی رنگ و دارای 4 دست که دیگه در اون هیچ نشانه ای از رنگ قرمز موهای راداگون نبود. هیچ چیزی در این جسم جدید کسی رو یاد خاندان ماریکا نمینداخت. رنی احتمالاً این جسم رو با الهام از ظاهر عجیب استادش، یعنی اون جادوگر عجوزه ساخت. خودش رو هم به غریبه ها با اسم رنا معرفی میکرد. برای همین گفتم که احتمالاً اسم اون عجوزه رنا بود. گریترویل برای مدتی سرزمین‌های میانی رو رها کرد، اما بعد نوبت به بازگشت تارنیشت‌ها رسید. گویا دو انگشت میدونست تنها کسی که میتونه لرد الدن جدید بشه یک تارنیشته. پس تارنیشت‌ها مورد مهر ارتری و دو انگشت قرار گرفتن و راهشون برای ورود به سرزمین‌های میانی هموار شد. شما یک تارنیشت هستین، من یک تارنیشتم و هر کسی که الدن رینگ رو تجربه کرده یک تارنیشته. تارنیشت آخرین امید برای ارتری و الدن رینگ بود. یک تارنیشت میتونه لرد الدن بشه و روزگاری تازه رو کلید بزنه. تارنیشت از طریق آشنایی با بلاید فرصت آشنایی با رنی جادوگر رو به دست میاره. تارنیشت و بلاید اول یک شوالیه خائن رو میکشن، اما این آخرین دشمن رنی نیست که توسط تارنیشت نابود میشه. مدتی بعد از همراهی تارنیشت با بلاید و معرفی شدن استاد ایجی، یکی دیگه از خدمتگزارهای وفادار رنی به تارنیشت توسط بلاید، تارنیشت با مهی مواجه میشه که شاید بیشباهت به مه شب خنجرهای سیاه نیست. همزمان با از راه رسیدن این مه، رنی برای اولین بار با تارنیشت حرف میزنه، البته با اسم رنا و بدون فاش کردن هویت واقعیش. اینکه تارنیشت میتونه به لطف حلقه ای که از ملینا گرفته تورنت رو فرا بخونه و سوارش بشه هم برای رنی مهمه. راستی از اونجایی که روح رنی آزاده و فقط از این بدن عروسکی به عنوان جسم استفاده میکنه، در ملاقات با رنی میشه جلوه روح اون رو هم در کنار جسم دید. رنی قدرت احضار ارواح مبارز رو به تارنیشت میده. اون هنوز نمیتونه به تارنیشت اعتماد کنه و حتی مطمئن نیست که دوباره تارنیشت رو ببینه، اما بخشی از باورهاش رو به تارنیشت انتقال میده و میگه برام سواله که چقدر طول میکشه تا تارنیشت از سرخم کردن در برابر دو انگشت خسته بشه. رنی مطمئن نیست که تارنیشت چشم انداز اون رو درک کنه، اما امید اندکی پیدا کرده که تارنیشت نخواد کورکورانه در خدمت دو انگشت، گلدن اوردر و الدن رینگ باشه. بر این اساس که آمار نشون میدن خیلی از ما بازیکنان الدن رینگ یک پایان بندی به خصوص رو انتخاب کردیم، مشخصه که امید رنی امید واهی نبوده. و از اون طرف تصمیم دو انگشت برای هموار کردن راه تارنیشت تا به سرزمین‌های میانی ممکنه به ضرر الدن رینگ تموم بشه. تارنیشت در ادامه با ایجی، مشاور جنگی و استاد آهنگری حرف میزنه. تارنیشت با گذشته سرزمین لیورنیا آشنا میشه. تارنیشت به کتابخانه بزرگ آکادمی رایا لوکاریا میرسه و اونجا با رنالا مادر رنی میجنگه. در جنگی که نشون میده چقدر رنی قدرتمند و در این حال مهربونه، چون جادویی رو به مادرش داده که باعث میشه رنالا با حد اکثر قدرت در برابر تارنیشت بیسته، مثل روزهای اوجش. رنالا هم بی نهایت رنی رو دوست داره و وقتی از تارنیشت شکست میخوره فقط آرزو میکنه که رنی بتونه شب طولانی مورد نظر خودش رو بسازه.
تارنیشت بالاخره خود رنی رو پیدا میکنه و قبل از اون میبینه که حتی یک اژدهای رعب‌آور هم در برابر قدرت رنی سر خم کرده و خدمتگزار ماه آبی رنگ تاریک رنی شده. رنی این بار نام واقعیش رو به تارنیشت میگه. این رو هم میگه که میخواد جهان رو تغییر بده. تارنیشت میپذیره که خدمتگزار رنی باشه و دقیقاً اینجاست که رنی به تارنیشت میگه بره و دنبال گنجینه مخفی شهر ابدی ناکران بگرده. جلو بردن نقشه رنی کار سختیه و مشخصه که اون هم در پیدا کردن راه انجام کار مورد نظرش به چالش کشیده شده. چرا؟ چون ستاره ها روی سرنوشت خاندان کریان و در نتیجه رنی جادوگر تأثیر داشتن. رادان، برادر رنی که به گلدن اوردر وفاداره و جادوی جاذبه رو به صورت کامل مطالعه کرده، از مدت ها قبل جلوی حرکت صورت های فلکی و ستارگان رو گرفت. به همین خاطر بهش میگن جنرال رادان، فاتح ستارگان. در نتیجه نقشه های رنی هم متوقف شدن همراه با ستاره ها. پس تارنیشت میره و جنرال رادان رو شکست میده. با اسپا در اومدن رادان، حرکت ستاره ها در آسمان به حالت عادی برمیگرده و دیگه هیچ قدرتی نمیتونه آنچنان مانع پیشروی نقشه رنی بشه. ستاره راه ورود به شهر ابدی ناکران رو باز میکنه و تارنیشت به اونجا میره و گنجینه مخفی ناکران رو به دست میاره. گنجینه ای که باعث تبعید مردم ناکس به زیر زمین شد. گنجینه ای با یک اسم واضح: تیغه انگشت کش. این خنجر از یک جنازه بیرون کشیده شده و فقط کسی میتونه ازش استفاده کنه که سرنوشت به خصوصی داشته باشه. رنی تیغه انگشت کش رو از شما میگیره و در بزرگترین حمله به الدن رینگ در تمام ادوار، دو انگشت یعنی مترجم های اراده برتر رو با این خنجر میدره و برای همیشه نابود میکنه. البته حتی با این سلاح مخوف هم انجام چنین کاری بسیار سخته. بعد از انجام کار اون خسته و خونالود کنار جنازه دو انگشت میشینه. رنی همیشه باور داشت که باید به تنهایی قدم در مسیر تاریک پیش روی خودش بذاره. خیلی وقت پیش حلقه ای رو که قرار بود یک روز به همسرش داده بشه مخفی کرد. انقدر به تنهاییش در پایان کار باور داشت. تارنیشت حلقه رو پیدا میکنه، اما به جای اینکه جسارت بیش از حد به خرج بده و اون رو در انگشت خودش فرو ببره، حلقه رو برمی‌داره و در دست رنی میذاره. رنی میفهمه که تارنیشت با همه فرق داره و لایق اینه که لرد اون باشه. ایجی توسط دشمنان رنی کشته میشه. بلاید از اونجایی که سایه رنی بوده و ذاتاً نمیتونه در این مسیر ترسناک علیه الدن رینگ رنی رو همراهی کنه، به جنون میرسه و توسط تارنیشت کشته میشه. و در نهایت فقط و فقط این تارنیشت وفاداره که میتونه رنی رو همراهی کنه. تارنیشتی که دو انگشت امیدوار بودن بتونه لرد الدن جدید بشه، به جای خدمتگذاری به الدن رینگ در هم شکستن الدن رینگ رو کامل میکنه. تارنیشت با استفاده از آتش بالای کوه ارتری رو به آتش میکشه. الدن رینگ آخرین تلاشهاش رو برای باقی موندن به عنوان نظم این جهان میکنه. راداگون و ماریکا یکی میشن و راداگون که وفاداری بسیار بیشتری به الدن رینگ داره، کنترل این جسم رو در دست میگیره. اما راداگون هم در مقابل تارنیشت، لرد رنی جادوگر، زانو میزنه. و بعد خود هیولای الدن، جلوه اولیه و پایه نظمی که گریتر ویل به سوی این جهان فرستاده بود، توسط تارنیشت از بین میره. رنی پس از این پیروزی به ملاقات تارنیشت میاد. حالا همه چیز آماده است که رنی نظم جدید، اوردر متفاوت مورد نظر خودش رو برای هستی رقم بزنه. یک نظم متفاوت، نظمی نه از جنس طلا، بلکه از جنس ستاره ها و ماه شب خنک، در دورانی که دیگه انقدر پیوند بین حیات، مرگ و نظم جهان نزدیک و قابل لمس نخواهد بود. در دوران جدید افراد دیگه نمیتونن با اطمینان فقط اونچه که میبینن، احساس میکنن، بهش ایمان دارن یا حتی لمس میکنن رو بپذیرن. رنی برقرار کننده نظم این جهان و الههی در دل آسمان ها خواهد بود که بسیاری از مردمان سرزمین های میانی هرگز نخواهند شناخت و هرگز پرستش نخواهند کرد. جهان به جای نور ارتری، درخشش گلدن اوردر و نور الدن رینگ، تحت نظم کسوفی خواهد بود که توسط ماه آبی رنگ تاریک رنی رقم میخوره. I do solemnly swear to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars. A thousand year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Into fear, doubt, and loneliness.
as the path stretches into darkness. Let us go together. My dear Consort Eternal. متشکرم که این ویدیو رو تماشا کردین. سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین که ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندین. همچنین اگه این روایت از داستان الدن رینگ رو دوست داشتین، لایک کنین و ویدیو رو برای طرفدارهای بازی الدن رینگ و کلن آقای میازاکی بفرستین. خوش باشین.